امروز سیستم های کنترل الکترونیکی سهم عمده‌ای در تأمین آسایش و سهولت در رانندگی دارند. سیستم های کنترل الکترونیکی در همه جای اتومبیل یافت می شوند. به شکل دقت کنید. اینها سیستم های کنترل الکترونیکی در اتومبیل هستند. شما چند تا از این سیستم ها را می شناسید؟ اینها قطعات الکترونیکی هستند که فقط در یک اتومبیل به کار می‌روند. تنوع زیادی دارند، اینطور نیست؟ همانطور که می‌دانید این قطعات هیچ کدام مستقل عمل نمی‌کنند و همه با هم یک سیستم را تشکیل می‌دهند. در اینجا فلوچارتی از یک سیستم کنترل الکترونیکی اتومبیل را ملاحظه می‌کنید. همانطور که می‌بینید این سیستم شامل چند حسگر، یک کامپیوتر، چند عمل کننده و تعدادی دسترسی می باشد که آنها را به یکدیگر متصل می کنند. اینها حسگرها هستند. حسگرها اطلاعاتی راجع به شرایط عملکرد اتومبیل دریافت می کنند، آنها را به علائم الکتریکی تبدیل کرده و به کامپیوتر اصلی ارسال می کنند. می توان آنها را به چشم ها و گوش های انسان تشبیه نمود. اینجا شما یک حسگر دمای آب را می‌بینید که دمای موتور و مایع خنک کننده را حس می‌کند. و این یک کامپیوتر است. خیلی کوچک به نظر می‌آید. اینطور نیست؟ کامپیوتر مغز سیستم است، زیرا تصمیم می‌گیرد که چگونه بر اساس اطلاعات دریافتی از حسگرها عمل‌کننده‌های سیستم را فعال سازد. به عنوان مثال در اینجا از یک کامپیوتر برای کنترل عملکرد موتور استفاده می شود. اینها عمل کننده ها هستند که در واقع حکم دست و پای کامپیوتر را دارند. آنها مکانیزم های مختلف سیستم را با توجه به دستورات رسیده از کامپیوتر فعال می کنند. این عمل کننده یک انجکتور است. انجکتور با کسب دستور از کامپیوتر اقدام به پاشیدن سوخت در منیفولد مکش می نماید. این دسته سیم ها حسگرها، کامپیوتر و عمل کننده ها را به یکدیگر متصل می کنند و علائمی به شکل ولتاژ و جریان های متغیر از درون آنها عبور می کنند. حال بیایید ببینیم که این علائم چگونه هستند. This is a signal from the airflow meter. این یک سیگنال دریافتی از حسگر میزان هوای عبوری است. سیگنال ها یا همان علائم فرستاده شده توسط سنسورها همگی آنالوگ هستند، یعنی به صورت پی در پی تغییر می کنند. به عبارت دیگر مقادیر متناظر الکتریکی آنها بین یک مقدار و مقدار دیگر در تغییر است، مثل سیگنالی که اینجا ملاحظه میکنید. علامت هایی که اینجا ملاحظه میکنید از حسگر سرعت میآید. ببینید چه تفاوت هایی با سیگنال های قبلی دارد. این به آن علت است که این علائم دیجیتال میباشند، یعنی فقط دو مقدار میتوانند به خود اختیار کنند، روشن و یا خاموش. بیایید بار دیگر به فلوچارت اصلی بازگردیم. حتما به یاد دارید که یک سیستم کنترل الکترونیکی دارای تعدادی حسگر، یک کامپیوتر و چند عمل کننده است. سیگنال ها از طریق مجموعه سیم ها به کامپیوتر راه می‌یابند. سیگنال های فرستاده شده از کامپیوتر نیز از همین طریق به عمل کننده ها می‌رسند.
ولی کامپیوتر با علائم دریافتی از حسگرها چه می کند؟ چگونه این علائم را به سیگنال های کنترلی تبدیل می کند؟ برای آنکه به راز این مسئله پی ببریم، باید روش کار دیودها و ترانزیستورها را بدانیم. همانطور که می دانید، دیودها اجزای الکترونیکی هستند که جریان الکتریسیته را فقط در یک جهت از خود عبور می دهند. ترانزیستور وظیفه تقویت یا سویچ علائم را به عهده دارد. مداری که از اجزای الکترونیکی مانند ترانزیستورها و دیودها تشکیل می شود به مدارهای الکترونیکی موسومند. این رادیوی ماشین به عنوان مثال شامل تعداد بسیار زیادی مدار است که اجزای الکترونیکی مانند اینها را به کار گرفته است. حال بیایید یک عضو خیلی مهم دیگر را نیز بشناسیم. IC یا مدار فشرده. اگرچه IC ها صدها بار کوچکتر از مدارهایی هستند که قبلا ملاحظه کردید، ولی عملکرد آن با این مدار کاملا یکسان است. راز IC ها در چیست؟ یک IC شامل چند یا چندین هزار مدار الکترونیکی است که از ترانزیستورها و دیودها تشکیل شده است. و تمام اینها در یک مدار چاپی ساخته شده از سیلیکون با مساحت چند میلیمتر مربع گنجانده شده است. در اینجا شما شکل یک IC را ملاحظه می کنید. IC ها خیلی قابل اعتماد و بدون مشکل هستند، چرا که هیچ نوع سیم و اتصالی در آنها وجود ندارد. آنها انقدر کوچک، پرکاربرد و قابل اعتماد هستند که در انواع دستگاه‌های الکترونیکی به وفور به کار برده می‌شوند. بدون آنها ساختن این کامپیوتر میسر نبود. چند دقیقه پیش سوالی مطرح کردیم و آن این بود که چگونه یک کامپیوتر در سیستم کنترل علائم ورودی از طریق حسگرها را به سیگنال‌های خروجی برای عملکننده‌ها تبدیل می‌کند. به عبارت دیگر کامپیوتر چگونه فکر می‌کند؟ برای اینکه این مسئله را دریابیم، به این مدار توجه کنید. خروجی چگونه با ورودی ارتباط دارد؟ خب، قدر مسلم اگر ورودی نداشته باشیم، خروجی هم وجود نخواهد داشت. در این مدار خاص، هنگامی که ولتاژ به A اعمال می شود، هیچ خروجی وجود ندارد. اگر ولتاژ فقط به B اعمال شود نیز خروجی وجود ندارد. ولی اگر به طور همزمان ولتاژ را به A و B اعمال کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ می‌بینیم که خروجی وجود خواهد داشت. اگر از عدد 1 برای نشان دادن وجود ولتاژ و عدد 0 برای نشان دادن نبودن ولتاژ استفاده کنیم، می توانیم بفهمیم که ورودی با خروجی چه ارتباطی دارد. در این جدول می بینید که فقط هنگامی در خروجی عدد 1 وجود دارد که هر دو ورودی ولتاژ داشته باشد. این نوع مدار الکترونیکی هم عرض مدار مکانیکی است که در آن دو کلید را به طور سری قرار داده باشند. باز هم می بینید که فقط هنگامی خروجی وجود دارد، یعنی لامپ روشن می شود که هر دو ورودی توسط دو کلید بسته وجود داشته باشد. به این نوع مدار یک ترکیب عطفی می گویند. نماد قراردادی برای ترکیب عطفی به این شکل است. مدارهای مانند این ترکیب عطفی که می توان آنها را با سیگنال های دیجیتالی مرتبط دانست به مدارهای منطقی موسومند. علاوه بر ترکیب عطفی، چند ترکیب دیگر در مدارهای منطقی نیز وجود دارد، مثل ترکیب فصلی و ترکیب نات یا نقیض. ترکیب فصلی یک نوع مدار الکترونیکی است که در آن هنگامی ولتاژ در سی داریم که یا به ورودی A یا به ورودی B یا به هر دو ولتاژ اعمال شود.
در شکل این مسئله را ملاحظه می کنید. از طرف دیگر در ترکیب نات مدار طوری است که وجود ولتاژ در خروجی سی منوط به نبودن ولتاژ در ورودی آ است و بالعکس. به ترکیب نات اینورتر یا معکوس کننده نیز اطلاق می شود. با ترکیب این سه نوع مدار ما قادر خواهیم بود تعداد بیشماری مدار پیچیده برای خود بسازیم. به این مثال توجه کنید. این مدار یک مقایسه کننده است. نماد این مدار به این شکل است. کار این دستگاه چیست؟ وقتی فقط در آ ورودی داشته باشیم، در سی خروجی نداریم. و وقتی در بی ورودی داشته باشیم، در سی خروجی وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر وقتی هیچ ورودی در آ یا بی نداشته باشیم در سی خروجی خواهیم داشت. نیز اگر در آ و بی ورودی داشته باشیم در سی هم خروجی داریم. بنابراین می‌بینیم که خروجی در این مدار فقط وقتی وجود دارد که دو ورودی مانند هم باشند. به همین دلیل هم هست که به آن مقایسه کننده یا کامپرتر گفته می شود. ورودی ها را مقایسه می کند و تصمیم می گیرد که آیا خروجی وجود داشته باشد یا خیر. زیرکانه است. اینطور نیست؟ ولی آیا می توان به آن کامپیوتر گفت؟ با اینکه کار زیادی انجام نمی دهد ولی می توانیم به آن به چشم یک کامپیوتر ساده نگاه بکنیم. این یک کامپیوتر EFI است. این کامپیوتر شامل هزاران مدار منطقی است. حال کمی درباره کامپیوترها با هم صحبت می‌کنیم. این کامپیوتر برای کنترل این انژکتورها طراحی شده است. سیگنال‌ها از طریق حسگرها وارد کامپیوتر می‌شوند. کامپیوتر بر پایه این سیگنال‌ها محاسبات مخصوصی را انجام می‌دهد و علائم دیگری را برای انژکتورها ارسال می‌کند تا مقدار سوخت تزریقی مشخص شود. این کامپیوتر مدار منطقی در واقع توان پردازش اطلاعاتی بسیار بالایی ندارد. ولی این کامپیوتر EFI محاسبات را دقیق تر و سریع تر انجام می دهد و به تبع توان پردازش آن بالاتر از کامپیوتر مدار منطقی است. چرا؟ فرق بین این دو کامپیوتر در چیست؟ تفاوت آنها در این است که این یکی از وجود میکرو کامپیوتر بهره می برد. ولی میکرو کامپیوتر چیست؟ خب، یک میکرو کامپیوتر دارای یک پردازشگر اصلی، یک حافظه و مدارات خروجی و ورودی است. کامپیوترهای مدار منطقی فقط میتوانند اطلاعات را از طریق خواندن سیگنال‌های مدارات منطقی دریافت کنند. مدارهایی که در واقع همان کلیدهای الکترونیکی هستند. ولی یک میکرو کامپیوتر اطلاعات را بر اساس دستورات موجود در حافظه خود پردازش می‌کند و این همان دلیل توانایی بالاتر آن در انجام محاسبات است. راستی در واقع ما دو نوع حافظه داریم، یکی برای حفظ دستورهای لازم برای انجام محاسبات و دیگری برای حفظ موقتی اطلاعات و نتایج محاسبات. این میکرو کامپیوتر یا ریز پردازنده به همراه حسگرها و عملکننده‌های متصل به خود یک سیستم کنترل الکترونیکی تشکیل می‌دهند. از آنجایی که میکرو کامپیوترها فقط می توانند علائم دیجیتالی را پردازش کنند، تمام علائم آنالوگ می بایست در ابتدا به علائم دیجیتالی تبدیل شوند. این تبدیل توسط مبدل های صورت می گیرد که به AD کانورتر موسوم است. حال بیایید عملکرد یک میکرو کامپیوتر موجود در سیستم های کنترل الکترونیکی را بررسی کنیم. یک، اطلاعات از طریق حسگرها دریافت شده و در حافظه کامپیوتر نگه داشته می شود. دو،
اطلاعات پردازه شده و بر مبنای همین اطلاعات و بر اساس برنامه‌های موجود در حافظه محاسبات انجام می‌گیرد. 3. نتایج حاصل از این پردازش به عملکننده‌ها ارسال می‌شود. میکروکامپیوترها در یک سیستم کنترل واقعی چه نقشی دارند؟ با هم به TCCS یا تویوتا کامپیوتر کنترل سیستم نگاهی می‌کنیم. TCCS یا سیستم کنترل کامپیوتر تویوتا نماینده یک سیستم کنترل واقعی است. همانطور که می‌دانید مغز متفکر این سیستم یک میکروکامپیوتر است. در این سیستم کامپیوتر ابتدا اطلاعاتی از میزان مکش هوا، سرعت دورانی موتور و عوامل مؤثر دیگر را از حسگرها دریافت می‌کند. میکروکامپیوترها با استفاده از اطلاعات از پیش ثبت شده در برنامه مناسب ترین میزان تزریق سوخت و زاویه آوانس را تشخیص می‌کنند. آنگاه بر مبنای همین محاسبات سیگنال‌های تزریق را به انژکتورها و سیگنال‌های جرقه را به شمع‌ها ارسال می‌کند. پس حتما شما هم موافقید که کامپیوتر مهمترین نقش را در TCCS ایفا کامپیوتر رئیس کله. ولی اگر سیگنال های ورودی اشتباه باشند یا اصلا به کامپیوتر نرسند چه رخ خواهد داد؟ در چنین حالتی کامپیوتر قادر نخواهد بود محاسبات صحیحی انجام دهد و خروجی های تعیین کننده اشتباه بوده یا اصلا ظاهر نخواهند شد. این دست سیم را ببینید. وظیفه آن انتقال دور موتور از دلکو به ترمینال ورودی کامپیوتر است. بیایید این کنکتور را جدا کنیم تا ببینیم چه رخ خواهد داد. خب از این آزمایش اینطور برمی آید که هر چند هم کامپیوتر خوب باشد بدون داشتن ورودی صحیح یا نداشتن آن عملکرد آن صحیح نخواهد بود. با اینکه کار شما تعمیر کامپیوتر نیست، هرگاه اتومبیلی را بازدید می کنید یا پیگیر مسئله خاصی هستید، از سالم بودن حسگرها و عملکننده ها و اتصالات ترمینال های ورودی و خروجی کامپیوتر اطمینان حاصل کنید. خب تا حالا کلیات مربوط به سیستم‌های کنترل الکترونیکی را بررسی کردیم. همانطور که امروز سعی کردم به شما نشان دهم، سیستم‌ها و دستگاه الکترونیکی نقش بسیار مهمی در تأمین سلامت عملکرد اتومبیل‌ها دارد. این مسئله می‌تواند انگیزه شما باشد تا دانش کافی برای انجام تعمیرات برای اتومبیل‌های امروز را به دست بیاورید. امید است که این فیلم برای شما مناسب بوده باشد. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.